بعد از استقبال بی نظیر شما از Scary Horror 1 Chapter 1 برام شدیم تا Chapter 2 رو هم بیایم در خط تولید و خوب کار زیاد سختی نبود. فقط نکتش اینه که Chapter 2 Horror House یه خورده سخته و یه خورده بعضی جا اعصاب خورد کنه و به یه سری مهارت‌های خیلی خاص اصلا نیاز داره که نمیتونیم اصلا بگیم که این بازی برای چه سنینی دقیقاً طراحی شده، چه استانداردی رو اصلا نمیتونیم براش قائل باشیم چون واقعا معلوم نیست برای چه چیزی. مهم نیست، هارر هاوس بزنیم روش. خب دوشه به خیر گذشت، so far so good. بیایم اینجا این سوزن رو برداریم، اینجا که میخه نمیتونیم با دست برش داریم، اینجا اگه دقت کنید نشته hell is here، جهنم همینجاست. خب این که قفل، بعد اینو بعد اینجا بنویسیم، فقط تکون نمیخوره. در قفل میایم سمت راست گلدانه ما، از بخش اول ظاهرا این سه چیزای برامون هست اینجا. خاک اینجا رو برمیداریم برای تست، ببریم بازم بشه چی. اچ رو برداشتیم، خب پیدا شد اچ، یا اچ رو بعد چا میگیرید میارید اینجا. نه این اس رو هم داریم ما، اس رو هم بیاریم. خب حالا هلو که میدونید دیگه چوری نوشته میشه، ارزه بازش بکنم یه H و یه E و دو تا L، اینم این. حالا H رو بیاریم اینجا، R رو اینجا، یا اینجا این فقط میخواست که یه خورده‌ای به سمت راست بیشتر بنویسیم. خب یه سری نمیشه گفت دقت، یه چیزایی رو اصلا توجه نکرده. خب ممکن بود تا چند سال نوری یا منتظر میمونیم بعد هم درست نمیشد. خب کلیدو داریم، کلیدو بر میداریم، این در باز میکنیم، میایم این تو. اکسیوز می، هران خیلی گرمه و مجبورم که از این استفاده کنم. خب چه کسی اینجاست؟ این کلیدونه دایر است. آها اینجا بچه ها باید این تصویر رو مرتبش کنیم. بچه های عزیز اینو میاریم اینجا، اینم اینجا، روش میزنید و میچرخه. بعد خب این که خیلی ساده است، هاشیاش این طرفه، اینو اینجا میذاریم، اینو اینجا، اینو بغل گمش نکنیم. خب چیزی نمونده، دوباره نه درست صحبت درست شد و اینم میاریم اینجا. بله اون سالهای خیلی گدور کودکیم رو یادمه که ما هم از این مدل اسباب بازی ها داشتیم، فقط اسمش رو نمیدونم چی بود ولی خیلی چیزای باحالی بود. خب از سمت چپ رو داشته باشید، سرای اینا کنده شده، عکس رو میاریم اینجا قرارش میدیم، فعلا با عکس کاری نداریم. اینجا چیزی نیست، اینجا رو هم که اومدیم، پنجره اینا هم که خبری نیست. اینجا قفل روی دیوار، اینا بریم کنار. خب این رمز این در کموده بود، به خاطر بسپارید، یادتون باشه که حتما از خودکار و یه برگه استفاده کنید چون خیلی نیازتون خواهد شد. پس ما یادداشت میکنیم که اینجا یه دونه مثلث میایم، اینجا گفتم آبی مثلث زرد ستاره و قرمز مربع زرد مثلث اگه درست و آخه باز شد. خب کمد لباسه، چقدر هم گرافیک جالبی داره، اینو برش میداریم داخل این خالی. خب بر میگردیم که پایین سمت چپ دوباره کلید داره، بریم ببینیم این طرف چه خبره. عنکبوت نیست. خب اینجا عروسکی رو میبینیم که اینو میذاریم داخلش و ما سوزن داریم، بذارن نخ نداریم، شیشه های شکسته، پرده میره کنار. اینجا بازو کل عروسکی نیست، اینجا عروسک نیست، زیر تخت خب نمیتونیم بگیریمش، کفشه میره کنار. نخ رو پیدا کردیم بچه، نخ رو میاریم اینجا، اینو نخ میکنیم،
عروسکه رو بیره قشنگ میدیری میدوزه لباس رو تنش میکنی میبریمش کجا؟ ای گفتی کامت گو که کامتان بره بالا جایدن اصلا کامت نمیذاری میایم عروسکه رو اصلا برش نداشتم این قد صحبت کردیم خب عروسکه رو برش میداریم میایم اینجا عروسکه رو قرارش میدیم اینجا کلید رو بهمون میده این کلید هم دقیقا یادتون دیگه کنون کلید بود آره این کلید کلید اینجاست کو چست خب این کلید کلید اینجا بود حالا این طرف چی داریم آخه از این همونتا میگم یادش بخیر خب همینطوره اینا رو بگیرید تا داخل اینا بره خب بازی واقعیش اینقدر سخت نیست که اینطوری سخته اسید بازی قوطیه که درش بست است اسید رو به کجا بریزیم فکر میکنم که بذار برگردیم احتمالا اینجا میتونیم نمیتونیم استفاده کنیم اینجا ها اون چسب بود من میخواستم اسید رو بگیرم اون چسب بود خب اسید رو میریزیم دیگه خیلی دیگه داره گرم میشه هوا و خب در باز شد بریم تو او خواهد آمد در ساعت 3:55 اینا رو بنویسیم خب اینو میزنیم اینجا اینا رو بعد بچرخونیم بچه ها تا شکل مهمی نیست ویولش کنید بعد هنوز خب این که اصلیه که نمیچرخه مثل این بقیه رو باید بر طبقه منظمش کنیم خب این اگه بیاد اینجا قرار بگیره و این اینو دیگه یادمه چی بود اینو یادم اینو برای اینجاست بذار یه قوطی من دیدم اینجا کرد بچرخونیم بله این نواره هم اگه یادتون باشه اینجا ترش باز میکنیم نوار میذاریم توش پخش میکنیم خب چی بود برش داشتیم؟ کی یک خب برمیگردیم داخل آسانسور چون کلید دو زده است ما کلید یک رو هم داریم پس ما الان دو هستیم چون یک و سه که نیسته آره دو هستیم مثلا نشانگر اون بالا هم حالا زوم میکنم دقیقا تابلو که روی دو هستیم و اینجاست که واقعا ذریب هوشی بکنم ولش کنیم یک رو میزنیم میگین آساسو خیلی کهنه است و من امیدوارم که خب سری رد شدم توزن بخونم اینجا مثل که کسی فوت کرده و اینجا گروکش رو کشیده بعد اینجا روزنامه داریم ظاهرن بسته که باز نمیشه یک کاغذ داریم 3:55 بود اگه یادتون باشه ما چیزی برای اینجا نداریم خب این از 3:55 حالا آها یه چیزی یادم ما اینجا برمیگردیم دوباره خب و نه اصلا برمیگردیم به دو ما اینجا برمیگردیم چون گفتم این الان میگم میایم زیر تخت ما اینجا یه آیتم یادمون رفته با این میگیریمش آره. خب فرمول ریاضی بود منم که اصلا همه میدونم توی ریاضی یه چیز عجیبی هم یه عجوبه هم که اصلا خب اینم برش داریم سر دیش هست یا تبر هرشکی هست دوباره دو بریم به یک بریم به یک خب پس ما الان میتونیم نه نمیتونیم چیزو من یه چیزی یاد آمد یه کاریو نکردیم دلیل اینه که یادم میره اینه که این بازی خیلی آیتم زیادی داره این میخا رو اینجا برش نداشتم بعد الان دیدم که مثل اینکه آها مشخص شد خب بیایم دوباره به یک بیایم به یک این عروسکه باز دوباره بعد برگردیم لطف میکنیم برمیگردیم کار داریم با این آسانسور هنوز میریم این خود عروسکه است خب برای اون عکس باید اینو
تنظیمش کنیم. اینجا چی شد؟ کبریت. کبریت. امیدوارم که دیگه اینجا آیتمی نمونده باشه که به کارمون بیاد. بنابراین با خیال راحت برمیگردیم به یک. خب بیایم اینجا. نصف این کاغذه بود، اکاش اول میومدیم. معادله چند مجهولی بچه‌ها، چون اگر بیاشه چیز مهمی نیست، باید حلش کنیم. دوباره خودکار رو برمیداریم و بازش کردم. اینجا چیز دیگه‌ای که نداریم، باز به درش بخوره بخوریم برگریم. نه، بریم داخل. صدای فورت میاد، دیگه نمیاد. خب این شوالیه‌مون دستشو برمیداریم. خرسی که اینجاست، چیزی که نمیدونیم چیه. قفل شومینه، کبریت دارم، اینجوری روشن نمیشه، پس اینو میندازم داخلش. کبریتو میندازم روش، صدایی میده. یه کلیده. چی؟ خب با چی برش داریم؟ با دست میخواد برش داریم. با دست نمیشه برش داشت. چکش رو بر میداریم. پوت چکش نبود. 70 درجه، یعنی چی؟ این زیر یه چیزیه. چاقوی، تیغی، هیچی نداریم. اینجا چند تا کتابه و یک کاغذی که ما داریم. بله. خب به ترتیب حالا کتابا. کتاب یک، کتاب دو، کتاب سه میشه. یک، سه، کتاب چار، چار و کتاب پنج. باز شد. به نظرم یکی دیگه از این کلید هم داشتیم. هم دو تا کلید داریم. خب باز شد. بیا این طرف رو نیومدیم. خونی که از تابلو پاچیده پایین و باید میزه. این تیکه ششه چه بود؟ مثل این که از یک واجهش الان یادم نمیاد، داری الان اشاره کنم که بدون چیه. خب اینجا چاقو رو داریم، آیتم دیگه اینجا نداریم. اینجا کیبورد رو داریم، کلیدها رو میذاریم سر جاش. ببینیم صدای حالا خب براتون کیبورد بنوازم. چرا نمیاد جاش؟ چرا نمیاد اینجا؟ آهنگاه. خب اینا رو ولش کنید. چی داریم اینجا دیگه؟ آها، اینو باید تنظیمش کنیم. ما چند تا درجه دیدیم؟ یکی 120 دیدیم، یکی اگه درست 70 بود و یکی اگر این روی این چیز باید 40 هست. حالا 70 120 40. باز شد. آخه اگه باز نمیشد دیگه تلف میشدیم اینجا. این چیه؟ این تیکه این برای این تبرمون، برای تیشمونه. خب اینو برش داشتیم، این کیبورد رو باش کم بازی کردیم. اینجا چاقو رو میاریم و با ایش اینو. یه دونه قفل بهمون میده، قفل رو بر میداریم. فعلا چیزی نداریم، ظاهرن که اونو کلید از داخل اونجا برش داریم. این چیه؟ بله، میگه فرشته ها رو جوری بذارید که در یک ردیف بتونید اینا رو قرارشون بدید. در یک مسیر اجازه ندید که بله شیطان. خب اینو میارم اینجا، اینو میارم اینجا. خب کلید بهمون داد. آها، با این میخواییم درش بیاریم، درسته؟ بله بله. خب مثل اینکه باید برگردیم، بعد برگردیم چون جای جرای دیگه ای نیست. ظاهرا این آیتمایی که داریم به دردی باید بخوره. بریم به دو. خواهشم بریم به دو. خب اون طرف که خبری نبود، بریم به دست چپ. اینجا هم خبری نداریم. اینو که برش داشته بودیم، اینم هم همینطور. آه دید، باید برمیگشتیم. مرمر، توپ مرمری. خب توپ مرمری، توپ مرمری یک رو بزنیم. آشنا به نظر میاد. بیایم اینجا. اگه خب مقایسه کنید تصویر به توی جزئیات. خب باز شد. این برای کیبورده.
ویلا. خب اینجاست که میگیم باید چند تا مهارت رو باید با هم دیگه بلد باشید. حالا اینو بنوازیم. باز شد داخلش یه کاپه. کاپه چه درد نمیخوره. خب دوباره باید تمرکز کنیم، کانسنتریت کنیم. من یه چاقو دارم، این چاقو به چه دردی الان متوجه شد این چاقو به درد اینجا میخوره، درسته؟ اینو بازش کنیم دیگه. خب از این آیتم ها بهمون داد، این آیتم یه جای دیگه دیده بودم. بیایم این که قفله، بیایم این کو کجاست؟ اینو قرارش بدیم اینجا و کلیدا زارن کار میکنن. واژه مرگ اگه گفتی برای کجا به کار میاد؟ برای این. خب بینی یه خرس بود، معلوم نیست چی بینیش سر جاشه که. خب الان چی ما داریم؟ الان ما یه بینی داریم، چک ما تبر چی تیشه ما اینجا داریم. ما از اون موقع اصلا واسم این بشکاف دوباره سه باره داخل اینو میذاریم برای چون مثل خیلی طویل و اینا هست و اینجا دارم زوب میشم کم کم داخلشو میذاریم برای ویدئوی بعدیمون. فکر میکنم احتمالاً توی یه ویدئو یا دو ویدئوی دیگه بتونم خلاصش بکنم. الان دارم باخره سرعت خیلی زیادی میام، فکر نکنید و منتظر ویدئوی بعدی باشید. زنگوله رو فعال کنید، سابسکرایب لایک رو بزنید و تا یه ویدئوی دیگه خوش خورم باشید.